به نام خداوند یکتا و بی همتا. به سلسله درس های کانکوری صنف 11 که ما و شما فصل 4 رو میخونیم در مورد تعادلات کیمیاوی. درس امروز ما و شما از ثابت تعادل شروع میشه که ثابت تعادل رو به چی نشان میدن؟ به K نشان میدن. اگه خواسته باشیم میر تعریف بکنیم، میگفتیم قبلا امیر ما و شما یک کم خوانده بودیم، گفتیم که حاصل ضرب غلظت مواد محصولی بر مواد تعامل کننده با در نظر داشت ذرایبی که دارن. علی نظر به این تعریفی میتونیم گفته که نسبت حاصل ضرب غلظت مواد محصول بر حاصل ضرب غلظت مواد تعامل کننده به توان ضریب نسبتی، که همین ضریب نسبتی رو به نام چی یاد میکنن؟ ضریب استیکیومتری یاد میکنن، که ضرایب نسبتی اینجا چی میتونه باشه؟ ام ان کا پی میتونه باشه. گفتیم دست راست بر دست چپ یا محصولی بر مواد تعامل کننده با در نظر داشت ضرایب. اگه خواسته باشیم نظر به این تعریفی که گفتیم، نظر به این فرموله که نوشته کردین، خواسته باشیم ایر بیم سمبولی کار بکنیم، میگیم ثابت تعادل از این معادله ما این رقم چیزی میشه، حاصل ضرب غلظت مواد محصول، محصول دست چیه؟ دست راست. میگیم امونیا به توان چند؟ به توان 2، به خاطر ضریب امونیا چند؟ 2ه. بر حاصل ضرب غلظت مواد تعامل کننده، مواد تعامل کننده ما شما نایتروژن و هایدروژنه، که میتونه بنویسیم نایتروژن به توان 1 چون ضریب نایتروژن 1ه و هایدروژن به توان چند؟ به توان 3 چون ضریب هایدروژن 3ه. چند نکته مهمه که شما باید در مورد ثابت تعادل یا کا بفهمیم اینایه. ببینیم برای نوشتن ثابت تعادل چند تا شرط دارین. از غلظت ما فقط به ثابت تعادل گازات می نویسیم، از غلظت به خاطر غلظت مواد جامد و مایع ثابته برای نوشتن ثابت تعادل از او صرف نظر میشه، معمولا برابر به چند فرض میشه؟ برابر به 1 فرض میشه. مثلا خواسته باشیم ما ثابت تعادل این معادله رو بنویسین، کلسیم کربنیت جامد، کلسیم اکساید جامد، کربن دای اکساید جامد. ما به شما قبلا گفتم که از غلظت مواد جامد و مایع بدون در نظر داشت مقدار از او چیکار میکنین؟ صرف نظر میکنین، معمولا قیمتی رو 1 میگیرین. مثلا خواسته باشه ثابت تعادل از این بنویسیم، چون این جامد ایر مد نظر نمیگیریم، 1 مد نظر میگیرین، کلسیم اکساید مد نظر نمیگیریم، فقط کربن دای اکساید که والت گازه ایر باید بنویسین. میگفتین محصولی بر مواد تعامل کننده غلظت مواد محصول ما چیه؟ کربن دای اکساید. ضریبی هم چنده؟ ضریبی هم 1. چرا ما کربن کلسیم اکساید و کلسیم کربنیت ننوشتیم؟ چون اونا حالت جامد بودن. نکته ای که مهمه برای ثابت تعادل، ثابت تعادل فقط نظر به دما یا حرارت تغییر میکنه، مثلا نظر به غلظت و اینا تغییر نمیکنه. چند نکته مهمتر ای که شما در مورد ثابت تعادل باید بفهمیم، میگه که هر چیز ثابت، هر چی که عدد کا بزرگتر باشه یعنی شرایط انجام تعامل رفت بهتر و مساعدتره. به خاطر چی؟ به خاطر محصول ما بیشتره. هر چی که کا بیشتر باشه، میگفتیم محصولی بر مواد تعامل کننده، همی عدد کا هر چی که عدد بزرگتر باشه شرایط انجام تعامل رفت مساعدتر و بهتره. نظر به چی کرده؟ برگشت کرده. برعکس از این، هر چی عدد کا کوچک باشه، عدد ما پیدا کردیم عدد خورد به دست آمده، یعنی شرایط برای انجام تعامل برگشت باز بهتر و مساعدتره، به خاطر که مواد تعامل کننده زیادتره. اگه خواسته باشین در مورد واحدات کا بگین، اینا شرایطی دارن. مثلا اگر ذرایب هر دو طرف با هم مساوی باشن، مثلا هر دو طرف و شما ذرایب جمع کردیم، اگر مساوی شدن اینا واحدات با هم خلاص میشه، واحد ندارن. اگر ذرایب متفاوت باشن یعنی مساوی نباشن، اونا واحد دارن. مثلا شما فرض بکنین برای امونیا 1 و 3 میشه 4، اینجا ذریب ازش هست چند؟ 2. اینا با هم مساوی نیان، مطمئنن ثابت کا ازش داره، حتما واحد داره. خب شاگردای عزیز، ما و شما ثابت تعادل رو خواندیم. در این بخش می‌خوایم که قانون عمل کتلر بخونیم، که اون به نام خارج قسمت هم یاد میکنن. خارج قسمت رو به کیو نشون میدن. خارج قسمت مانند ثابت تعادل از لحاظ ظاهری دقیقاً مشابه همدیگرن، هیچ فرقی نمیکنه برای حل سوالات از اینو. در حقیقت همین خارج قسمت یک معیاریه برای تعیین سمت جریان تعامل رو نشون میده. اگه خواسته باشیم تعریف بکنین، میگیم که جمعی خارج قسمت برای پیشبینی جهت پیشرفت تعامل تا رسیدن به حالت تعادله. از چی استفاده میکنیم از خارج قسمت؟ یعنی چی؟ یعنی همیشه تعاملات کیمیاوی دوست دارن تا به حالت تعادل برسن. حال همی
اگه خواسته باشیم ما مقایسه بکنیم کا با کیو چی حالت داره. در ثابت تعادل ما همیشه غلظت های رو می نوشتیم که اونا با حالت تعادل می بودن، فقط بعد با حالت تعادل باشن. اما کیو که هست غلظت های رو می تونیم بنویسیم که می تونن به هنگام تعادل باشن، حتی می تونن که غیر تعادل باشه، یعنی قبل از تعادل هم می تونن باشه. ما می تونیم در خارج قسمت ایر بنویسیم. پس به این مفهوم که کیو کا حالت ویژی از کیو، یعنی کا یک بخشی از کیوه. به خاطر چی؟ به خاطر فقط در کا ما میتونیم غلظت های بنویسیم که حالت تعادل باشن، اما در کیو میتونیم که قبل از تعادل، هنگام تعادل هر دو بخش رو بنویسیم. دقیقا گفتیم از لحاظ ظاهری اینا مشابه هم دیگرن. اگر یاد شما باشه ما در نوشتن ثابت تعادل میگفتیم غلظت مواد محصولی بر غلظت مواد تعامل کننده. دقیقا برای خارج قسمت هم همین کار میکنیم. اگر خواسته باشیم خارج قسمت حاضر ما بنویسیم، میگیم غلظت مواد محصولی بر مواد تعامل کننده، میگیم که سی به توان سی خورد، میتونیم بگیم دی به توان چی؟ دی خوردی بر غلظت مواد تعامل کننده، ای به توان این و بی به توان چی؟ به توان این داریم. ما این بود مثل دقیقاً مثل ثابت تعادل، خارج قسمت مثل ثابت تعادل کار میشه. اگه خواسته باشیم ما مقایسه کنیم کا و کیو چی رقم حالت گفته میتونیم. من قبلا به شما بگفتم که همیشه تعاملات دوست دارن به حالت تعادل برسن. سوالت وجود داره بین کا و کیو. اگر کا بزرگتر از کیو باشه که این رقم نوشتم، کا مساوی به کیو باشه و کا کوچکتر از کیو باشه. اگر کا بزرگتر از کیو باشه، سمت جریان تعامل به سمت چیه؟ به جهت رفته، یعنی سرعت رفت بیشتر نظر به سرعت چی کرده؟ نظر به سرعت برگشت کرده، یعنی جهت مسیر تعامل یا مسیر تعامل به جهت محصول تعامله. اگر کا مساوی به کیو باشه، او تعاملات به حالت تعادلند، دیگه جهت نداره. اگر کا کوچکتر از کیو باشه یا کیو بزرگتر از کا باشه، سمت جریان تعامل به جهت برگشته، یعنی سرعت برگشت نظر به رفت کرده بیشتره تا ای که بالات چی برسن. اینا باید سمت مسیر تعامل از چی به چی باشه؟ از راست به چپ باشه که تا ای تعامل به تعادل برسه. به خاطر درک بیشتر همین قانون عمل کتله یا خارج قسمت، من میخوام یک مثال کار بکنم که برای درس امروزی کافی. همی گفته که در حرارت 500 درجه سانتیگراد ثابت تعادل همی تعامل، نظر به همی مشخصات، قیمت یا مثلا داده ثابت تعادل 0.27 این سوال داده. الان شما گفته بریم جهت پیشرفت تعامل یا سمت جریان تعامل رو شما مشخص کنین. در صورت که حجم همی معلول ما چند باشه؟ یک لیتر باشه. ببینیم شما چی گفته. گفته که از ما از امونیا نظر به این ذرایب کسته 2 مول داده، از هایدروژن 2 مول داده، از نایتروژن چند داریم ما؟ ما 1 مول داریم. ثابت تعادل که شما قبلا خوندین در حقیقت سوال چیر به ما داده؟ کار بداده. ما باید کیور پیدا کنیم و مقایسه کنیم که سمت جریان تعامل از کدام جهت به کدام جهت پیش میره. نظر به همین مشخصه میتونیم سوال کار کنیم. ببینیم گفتیم که امونیا محصولی تعامل بر مواد تعامل کننده، میتونیم بگیم که NH3 به توان چند؟ به توان 2، چون ضریب امونیا 2ه. بر مواد تعامل کننده نایتروژن هست 1، بخشیم نایتروژن هست 1 و هایدروژن چند ضریب از اون میشه؟ 3. هایدروژن هست 3. ما میتونیم قیمت بگذاریم. مالی ببینیم امونیا قیمت یور چند داده؟ داده 2 مول. 2 مول بر 1 لیتر. ما شما اون غلظت میگفتیم، غلظت اگه یاد شما باشه مول بر لیتر بود، چون مخرج یک یکی ننویسی هم مشکل نداره. میتونیم بگیم که کیو مساوی میشه NH3 قیمتی رو چند داده؟ سوال داده 2 مول. بگیم 2 به توان 2 بر قیمت نایتروژن سوال 1 داده، 1 به توان 1 ضربه هایدروژن هم 2 داده، 2 به توان 3. اگر این ساده سازی بکنه میشه 4 بر چند؟ میشه بر 8. این اختصار بکنه میشه 0.4 چند؟ 0.5. یعنی به این معنا که ما کار داریم و کیور داریم. ببینید شما کار قیمت شما سوال داده 0.27، اما کیو شما پیدا کردیم 0.5. شما دقت کنیم قیمت چی بیشتر از چی؟ قیمت کیو از کا بیشتره. پس اگر شما دقت بکنین قیمت کیو زمانی که از کا بیشتر باشه، سمت مسیر تعامل از چی به طرف چی میشه؟ از طرف جهت به جهت برگشت، یا از طرف راست به طرف چپ میشه؟ از سمت راست به طرف سمت چپ.
این میشه چی عزیز؟ میشه سمت جریان تعامل. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما و شما. امیدوارم که تا جلسه بعدی خوب و خوش باشین. به خاطر دنبال کردن و تعقیب ویدیوهای بیشتر یا دروس کنکوری ما، حتما چینل یوتیوب ما سابسکرایب و لایک بکنیم.